اینکه بالاخره تعیین تکلیف خواهد شد برای سرمربیان تیم ملی فوتبال و تیم امید. جناب عالی اطلاعی دارید که بالاخره کار به کجا رسید؟ بله بی اطلاع نیستم، میدونم که فدراسیون فوتبال همکاران خوبم در هیئت رئیسه، رئیس نواب رئیس فدراسیون همه در تلاشن، در فکرن، دارن برنامه ریزی میکنن. ما سال فوق‌العاده پرکاری رو پیش رو داریم، 4 تا حداقل فیفا دی یا اصطلاحا روزهای فیفا رو داریم که برای ما حائز اهمیت هستند. تقویم کمیته بین‌المللی المپیک، انشاءالله برنامه ریزی برای راهیابی به المپیک برای تیم امید، دیدارهای تدارکاتی، رقابت‌های رسمیمون، بازی‌های آسیایی که در پیش داریم و از همه مهمتر در آغاز سال میلادی سال آینده، امسال رو که پشت سر بذاریم، سال میلادی رو در ژانویه سال بعد در دوحه قطر مجدداً جام ملت‌های آسیا رو پیش رو داریم. بنابراین مملو و از برنامه‌ریزی و نقطه نظرات بسیار مهم و بسیار فنی و ریزبینانه و تیزبینانه انتظار داریم که از سوی فدراسیون فوتبال در دست اقدام باشه که هست. من تا اونجایی که خبر دارم عزیزان شبانه روز در تلاشن و جلسات متعددی رو دارن برگزار میکنن که انشالله این زمانها به نحو احسن ازش استفاده بشه. پر واضحه که خب اولین اقدام فدراسیون انتخاب سرمربی هست، برای اینکه بعد از انتخاب سرمربی بایستی برای تیم ملی امید یا اصطلاحاً المپیکمون تصمیم گیری بشه. طبیعتاً همه جای دنیا تیم‌های پایه به ویژه تیم امید با هماهنگی سرمربی تیم بزرگسالان براش برنامه‌ریزی میشه، براش تصمیم گیری میشه. کادر فنی هم تقریباً با هماهنگی سرمربی هستش که سرمربی بزرگسالان براش برنامه‌ریزی و پیش‌بینی میشه و اهمیت انتخاب هر چه زودتر سرمربی به همین دلیل برای ما هم واضح هست. داریم پیگیری میکنیم ان شاءالله که حالا معلومه چه گزینه‌ای ازن رو چه تعداد دارن فکر میکنن. هم گزینه خارجی هم گزینه داخلی دارن فکر میکنن. خب گزینه‌های داخلی که الان دارن براش فکر میکنن درگیر مسابقات لیگ هستن، نیم فصل دوم مهمی رو پیش رو دارن، بایستی به نحو احسن به پایان برسونن. فکر میکنم، البته این ایده خود منه، اگر قرار باشه خب از مربیانی استفاده بکنن که در لیگ برتر فعال هستن، احتمالاً باشگاهاشون بایستی مد نظر باشه که بالاخره مدیریت باشگاه رضایت بده. اگر رضایت ندن، خب من یک خبر غیر موثقی بود که هفته گذشته شنیده بودم، مرور کردم و در میون گذاشتم، دیدم خب صحت نداره. یه شایعه کوچیکی شده بود که قرار یک سرمربی موقت کمکی بیارن بگذارن و منتظر باشن که اگر مربی ایرانی باشه لیگ تمام بشه و من عرض کنم که پیگیری کردم، دیدم نه، خب خوشبختانه این مطلب صحت نداره، برای اینکه اصلا به صلاح فوتبال کشور نبود. در هر صورت آرزو میکنم که بهترین فرد انتخاب بشه، گزینه خیلی خوبی باشه و امیدوارم شتاب زدگی باعث فراموشی کیفیت کار نشه. خب ما داشتیم در سوابق قبلی، یادمون هست که آقای ویلموتس چگونه انتخاب شد. حالا زمان نیست که الان بخوایم مرور بکنیم و شاید هم اصلا مصلحت نباشه که روند آمدن آقای ویلموتس چگونه شد و چه فرد دیگری مد نظر شد، رفت کشور عربستان، قرارداد بست و ناچارن عجله کردن یک فرد دیگری رو. حالا در هر صورت یه داستان‌های اینگونه بود که امیدوارم برای انتخاب سرمربی جدید دچار این نوع اتفاقات نشیم انشاءالله.